واکنش ها به کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟ طیف های مختلف اپوزیسیون چگونه می توانند به اجماع برسند؟ مکانیزم هماهنگی اعتراضات چگونه می تواند تشکیل شود؟ در چشم انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خبری خواستار تشکیل سازوکار هماهنگ کننده اعتراضات شد. سخنان او در دو روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی موافقان و مخالفان به دنبال داشته. استدلال موافقان و مخالفان چیست؟ هماهنگی و همگرایی طیف‌های مختلف اپوزیسیون به چه شکلی تحقق پیدا می‌کند؟ در این برنامه دو مناظره خواهیم داشت. چهار مهمان با یکدیگر مناظره خواهند کرد. در 20 دقیقه اول علی افشاری عضو رهبری همبستگی جمهوری خواهان ایران و علیرضا کیانی عضو شبکه فرشگرد با هم دیگه مناظره خواهند کرد و در 20 دقیقه دیگر دو مهمان دیگر خواهیم داشت. صحبت رو با شما شروع می‌کنم آقای افشاری. به هر دوی شما خوش آمد میگم. شما انتقاد و به هر حال نظری رو که در مورد صحبت‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردید در رسانه‌های مجازی به خصوص توییتر خب خیلی انتقاد داشتید. انتقاد اصلی شما به چیه؟ به چه بخش صحبت‌های اون انتقاد دارید؟ ببینید من به انتقاد و اعتراض اصلیم به صحنه یا به صحنه آرایی که برای این مصاحبه انجام شد که در ادامه پروژه رهبر تراشی مصادره اعتراضات فعال به نوعی میشه گفت که خودجوش مردم ایران که تیپ‌های متنوعی با خواسته‌های متفاوتی درش حضور دارن با یک خطای تعمیم میخوان حرکتی که بخشی از اون مصنوعی تاکید میکنن این شعارهای پهلوی گرایان اگر عمدتاً شعاری که میشه گفت که حالا داده میشه رضا شاه روحت شد این شعار بخشی از به اصطلاح معترضان هست، اون بخش هم بخشش مصنوعیه، بالاخره لیدرهایی هستن و همه اونهایی هم که میدن به این معنا نمیدن که مدافع بازگشت سلطنت هم یا با آقای رضا پهلوی نظر دارن برای رهبری منجی‌گرایانه مردم ایران و همه میدونن کسانی که به تاریخ این کشور آشنایی دارن رضا شاه سلطنت پلن بیش بود به تعبیر امروزی، میخواست رئیس جمهور بشه، با مداخله روحانیت و عقب نشینی رضا شاه این اتفاق افتاد. رضا شاه در مرحله اول رضا خان میخواست رئیس جمهور شاه رو از جمهور اقتدار گیره. از این بگذره ما با این صحنه آرایی که بخواه براش برنامه ریزی شده و این نوع مدل مشکل داریم، یعنی این رویکرد آقای رضا پهلوی بخشی از مشکله و در ادامه مشکلاتی که در جایگاهی که ایشون قرار داشته، چون مسئله ما فقط رفتن جمهوری اسلامی نیست، گذار به دموکراسیه، نه اینکه خانی بره خانی بیاد، از چاهی به چاه دیگر بیفته جامعه ایرانی. حتی در فرایند اعتراضات کنونی و به اصطلاح گذار به دموکراسی عبور از جمهوری اسلامی اختلال ایجاد بشه، آقای رضا پهلوی با این گاردی که داره و مواضع حامیانش بیشتر باعث اختلاف میشن. ایشون هیچ وقت گام عملی برای اتحاد مورد دموکراسی بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون بر نداشتن. اینجا یه حرفی زدن که این حرف واقعا از عجایب عالم سیاست هست که پوپولیست‌ها از این استفاده میکنن که گفتن مردم اپوزیسیونن، مردم همیشه در سمت تقاضا هستن نه سمت عرضه، بین اپوزیسیون و اپوزیسیون انتخاب میکنن. بنابراین باز تاکید میکنم آقای رضا پهلوی چون در جایگاه قرار گرفتن که نقد و نفی حکمرانی پدر و پدر بزرگشون رو نکردن، که اونا به نوع حکمرانی استبداده بودن، نقض مشروطه بودن، همیشه بالقوه یک فرصتی برای بازسازی استبداد در آینده ایران بالقوه بودن. اون بسیار. مشکل تاریخی باقیه. همینجا بهتون بگم با اینکه قبلا هم اعلام کرده بودم هر کدوم دو تا سه دقیقه تقریبا فرصت داریم، بلا که من میگم یعنی که وقت شما تمام شده، برای اینکه وقت مساوی تقسیم بشه خواهش میکنم بشنوید بلای منو. در صحبتتون قبل از اینکه برم سراغ آقای کیانی اشاره کردید به ما و اشاره کردید به رویکرد شاهزاده رضا پهلوی. منظورتون از رویکرد او دقیقاً چی؟ منظورتون نقش رهبری برای خودش قائل شده؟ منظورتون این پیامی که داده؟ منظورتون از رویکرد او دقیقاً چی؟ این رویکرد رهبری منجی‌گرایانه، نقش رهبری که او داده و تشکل‌های سیاسی و مصادره اعتراضات مردم و اون مایی که اشاره کردید منظورتون چیه؟ همه جمهوری ما منظور ما جمهوری خواهان به حال اون بخشی که منم بخشی که در جمهوری خواهان حضور دارم
به این وجه معترضه. البته خاص ما جمهوری خواهان نیست، در فضای مجازی میت دیگرانی هم به این موضوع اعتراض کردن. بسیار خوب آقای کیانی، صحبت های شما رو بشنویم در پاسخ به آقای. درود به شما بینندگان و مهمان برنامه. من حقیقتش تعجب میکنم از این صحنه آرایی شبه امنیتی که آقای افشاری برای کنفرانس خبری شاهزاده چیدند و شاهزاده به عنوان یک ایرانی، مشخصا در متنشون گفتن به عنوان یک ایرانی در واقع دارم حرف میزنم، همون ابتدای متن گفتن، در شبکه‌های اجتماعیشون و راه‌های ارتباطشون اعلام کردن یک کنفرانس خبری ترتیب میدن، تلویزیون‌ها هم رفتن سراغشون. خانم ثابت شاهزاده به تلویزیون ایران اینترنشنال مبلغی پرداخت کرد برای اینکه تلویزیون اینترنشنال در واقع بره کنفرانس ایشون رو پوشش بده، تلویزیون‌های دیگه هم به همین ترتیب. مگه ایشون به اصطلاح افراد دیگه هم میتونن، آقای افشاری هم میتونن بگن من این کنفرانس خبری ترتیب میدم و اعلام کنن، تلویزیون‌ها مگه خواستن در واقع برن؟ پس این صحنه آرایی شبه امنیتی که ایشون میخواد رهبر تراشی بکنه اینا رو میذاریم کنار، چون کاملا بارزه که اصلا ارزش پاسخ نداره. در همین متن شاهزاده تاکید میکنن آلترناتیو خود مردم هستن. اتفاقا این کلیگویی نیست. به خاطر چی؟ به علت همین که در همین متن شاهزاده مشخصا میگن که نسبت به فردای پس از رفتن جمهوری اسلامی نگران نیستن. چرا؟ چون در همون داخل کشور نیروهای میهن پرست متخصص، مدیر و نخبه وجود دارن که ایران رو به بهترین شکل اداره کنن. توجه بفرمایید، ایشون میگن اونهایی که نگران آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستن، آیا تصور میکنن که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسایی که شغل اول و آخرشون روزخونیه ندارن؟ مگه قراره پس از جمهوری اسلامی مدیر و متخصص از مریخ بیارن؟ نه، همین آدمایی که داخل کشورن و الان در این سیستم فشل نمیتونن کار کنن. اگر که ممکن است خواهش میکنم جواب صحبت‌های آقای افشاری رو بدید. نکاتی در صحبت‌های ایشون بود که اونها رو اگر ممکنه، چون وقتمون خیلی زیاد نیست. بله، اتفاقا ایشون چون به اسم رضا شاه و محمد، اتفاقا حکمرانی رضا شاه و محمد رضا شاه موجب افتخاره. دلیلش اینه که شما نگاه کنید، پهلوی سابقه درخشانی در استفاده از نخبگان داره. در مجلس پنجم شورای ملی در 9 آبان 1304 یکی از دو تن از کسانی که مخالف پادشاهی رضا شاه بودن، حسین علا و سید حسن تقی‌زاده بودن. حسین علا در سال 1306 وزیر مختار ایران در فرانسه شد، سید حسن تقی‌زاده در سال 1308 وزیر مختار ایران در لندن شد و بعد هم وزیر مالیه شد. اینا مخالف پادشاه، انقلاب اسلامی وقتی شد، جمهوری اسلامی وقتی روی کار اومد، از کدوم دولت مرد دوره پهلوی استفاده کرد؟ اتفاقا بعدها حتی وقتی سید حسن تقی‌زاده با رضا شاه به مشکل برمیخوره، کینه این قضیه رو پسرش محمد رضا شاه به دل نمیگیره، میبینیم سناتور میشه در دوره محمد رضا شاه سید حسن تقی‌زاده. وقت شما نگاه کنید به همین رفتار شاهزاده، نگاه کنید در سال 2009 وقتی اردوگاه اشرف زیر ضرب قرار گرفت، شاهزاده رضا پهلوی که مجاهدین خلق دشمن خودش و پدرش و کل خانوادهش بودن و هنوز هم دارن بهش توهین میکنن، نامه میزنه به مقامات عراقی و ازشون درخواست میکنه که اعضای مجاهدین رو به ایران تحویل ندن، به جمهوری اسلامی تحویل ندن، خاطر مبادا اصلا حقوق بشری. بابا ما با چه افرادی طرفیم؟ ما به کارنامه پهلوی افتخار میکنیم و با افتخار خودمون رو پهلوی گرامی نامیم. بسیار خوب آقای افشاری. بله، اتفاقا مسئله اینجا اصلا آقای کیانی که به هر حال یه چند سال یه نوسر تنه طرف شدن، چون حتی خودشون یادشون هست که بنده گفته تا 3 سال پیش میگفتن دفاعشون از پهلوی ها تاریخی نیست، سیاسی جمهوری خواهم و از این حرفا. بگذاریم، این خاص آقای کیانیه و حلقه نیروهای نزدیک آقای رضا پهلوی که کاملا با همین حرفا میزنشون میدن مسئلهشون دموکراسی نیست. کسی که الگوش حکمرانی شاهان مستبد و مطلقه پهلوی هست که رابطه اونها با دموکراسی، با توسعه متوازن و همه جانبه رابطه جن و بسم الله است، هیچ جوره نمیشه اینا رو با همدیگه در کنار همدیگه گذاشت. اینها یه بخشی هست. خب ما این نگرانی ما رو بیشتر میکنه. نمیتونیم حرفای قشنگ، البته گنگ مبهم و نامنسجم آقای رضا پهلوی رو بپذیریم. این افراد نزدیکانشن، نشریات، رسانه ها دست اینهاست. البته آقای رضا پهلوی در ادوار مختلف یه عادتی دارن، یه خانه تکانی سیاسی بزرگی میکنن، کلا تیم قبلی رو رد میکنن، تیم جدید میارن و حالا از این بگذریم.
این باعث نگرانیه. نه این حرف آقای کیانی و بخش هم حق دارن اینجوری باشن، بخش دیگه نیستن. اینجا مو اختلاف میشه وقتی میرن سراغ هژمونی طلبی، وقتی میرن شعار خاص گروهی رو میارن تو مردم، خب اینجا تفرقه ایجاد میشه. اینجا بخشی از نیروها یا تو همون فضای اعتراضی درگیر میشن یا اساسا با اینجوری انگیزهشون میره که میرن کنار. یعنی نیروی آقا من بیام هزینه بدم از بالاخره این خشونت مرگبار جمهوری اسلامی عبور کنم، اون رو بیارم پایین، بعد دوباره نظام استبدادی بیاد. بعد کدوم متخصصا آقای کیانی اینها با جعل تاریخ میاد، رضا شاه که همه کسانی که بهش کمک کردن که رضا خان بشه، بگذاریم که نقطه شروعش جنرال آینساید بریتانیایی بود، مامای اصلا رجل سیاسی شدن رضا خانه و اون روز و رضا شاه بعدی بود، همه اینها رو سری رو کش یا خونه نشین کرد. آقای کیانی تاریخ متخصصات دل خونی داشتن از محمد رضا شاه پهلوی، خاطراتشون هست. محمد رضا پهلوی علی امینی رو تحمل نکرد، فضل‌الله زاهدی تاج بخش رو تحمل نکرد. نمیتونید فضل‌الله دروغ پراکنی کنید، جعل تاریخ کنید، این بالاخره رو میشه. آقای افشاری خود شما الان دارید نگاهی که دارید نگاه به صحبت‌های شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست، شما از توسعه پایدار صحبت کردید، به خاطر اینکه خب عملا در نهایت وقتی داریم در مورد توسعه صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید من جمله‌ام تموم بشه، من برمیگردم خدمتتون. شما صحبت کردید که رابطه او با توسعه پایدار مثل جن و بسم الله بود، خب ولی این خب قلب واقعیت واقعا یعنی نه نیست. خب همین دیگه، ببینید شما نگاه کنید توسعه‌ای که در دوره محمد رضا خب پس ببینید، من به بینندگان عزیز ارجاع میدم، من الان دارم با خانم سیما ثابت و آقای علیرضا کیانی همزمان مناظره. آقا من یه فکت تاریخی به شما بگم، شما حتی فکت تاریخی هم نمیخواد شما دعوا نکنید، شما جواب فکتی رو که ماهیت کردید. من گفتم توسعه متوازن همه جانبه که درش توسعه سیاسی هست. آقایون عدد من ارجاع میدم، برم یک مصاحبه این آقای کیانی و آقای قاسمی نژاد کرده، ارجاع داده این آقای قاسمی نژاد به جنایت گوانجا در حرکت و حال اعتراضات مردمی کره جنوبی، اون رو برخورد مثبتی کرده که از یکی از صفحات سیاه تاریخ معاصر کره جنوبیه که بعدها همه افراد دخیلون رو زندانی کردن، حتی حکم اعدام بهشون دادن. خب ببینید ایناست، این جعل تاریخ روایت های غلط داده میشه. حالا و بحثتون تموم شده آقای افشاری، حالا جدای از صحبت حالا تو دور بعدی که برمیگردیم، راستش اون چیزی که من به دنبالش هستم در این گفتگو اینی که ببینیم آیا واقعا راه رو به جلویی هست، آیا یک به قول انگلیسی ها کامن گراندی پیدا میشه برای اینکه این دو طرف بتونن به هر حال در یک مسیری همراستا بشن، با هم یک اتفاق نظر، یک اتحادی پیدا بکنن در سمت جمهوری خواهان و در سمت سایر گروه های سیاسی، یعنی در واقع یه نگاه رو به جلو اگر ممکنه داشته باشیم در تحلیل. آقای کیانی صحبت شما رو بشنویم. ببینید آقای افشاری، خب فکت‌های تاریخی که مثلا واقعا ایشون زیر سوال میبرن، حالا بعدن جای الان نیستش، بعدن میشه راجعش بحث کرد، ولی ببینید ایشون ما رو متهم میکنه که در واقع به دموکراسی و اینا. ما اصلا یکی از تیتر یکی از مقالاتمون در دوره در نشریه فریدون نظم پهلوی آبستن دموکراسی هستش. ایشون در یک گفتگویی به دروغ گفته بودن که یک بار هم واژه دموکراسی در اون نشریه به کار نرفته. ببینید آقای افشاری خودشون رو متولی دموکراسی بگونه معرفی میکنن، ولی خود ایشون از وابستگان و متعلقان رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی که اصلا جمهوری اسلامی نادموکراتیک نیست، نماد فاشیسم مذهبی هستش. در 29 فروردین 1396 ایشون یک مقاله در سایت زیتون مینویسن، الان وجود داره، جدای از اون که از نفس رأی دادن به رئیس شهری و دوری نجف آبادی دفاع میکنن، اونجا از این که در واقع حسن روحانی با ابراهیم رئیسی یکی بشه انتقاد میکنن، یکی تلقی بشه. ایشون مشخصا در مورد حسن روحانی میگن که حسن روحانی، دولت حسن روحانی در جایگاه دفاع و جلو بردن خشونت های دولتی نیست. یا یه جای دیگه در سخنی حیرت آور میگن دولت حسن روحانی به لحاظ ایجابی در 4 سال گذشته، یعنی از 92 تا 96 در محدوده نقض حقوق مردم قرار نداشته و حتی تا دامنه کمی مقاومت هم کرده. ببینید ایشون در این
حتی دولت روحانی رو ناقض حقوق مردم نمیدونه. وزارت اطلاعات مگه در هماهنگی بیت خامنه‌ای و دولت کار نمیکنه؟ وزارت اطلاعات یک سری اوباش امنیتی درش وجود دارن که اساسا کارشون نقض حقوق مردمه. شما وزارت ارشاد اساسا کارش قتل فرهنگه، مگه در چارچوب دولت روحانی نبود؟ ببینید این دولت اول روحانی وزیر دادگستریش مصطفی پور محمدی بود که تجسم جنایت این آدم. شما چگونه میشد که در واقع چنین تجدیدی از دولت حسن روحانی بکنید و از حیثیت این دولت در مقابل ابراهیم رئیسی دفاع کنید، بعد اینجا میشینید به ما درس دموکراسی میدید؟ ببینید آقای افشاری، کسی که در خونه شیشه نشسته به بقیه سنگ نمیزنه. شما این سایتتون وجود، این مقالتون وجود داره در سایت. مگه دولت حسن روحانی مجری سیاست‌های نظام در نقض سیستماتیک حقوق بهایان و زنان نیست؟ مگه این دفاع از فاشیسم نیست؟ آقای افشاری، من پیشنهاد می‌کنم کمی متواضع باشی. آقای افشاری، ببینید من با هم مقاله ارجاع میدم که ببینید این مسئله جهل تاریخ و دروغگوی نهادینه است. این آقای کیانی هم دیده میشه. دار دوستان بدونید که ایشون از بدو تولد رو به تمثال پهلوی ها به دنیا نیومده. ایشون به حال در ستاد مازندران حالا میشه عملات شخصی به همگی نکنین به نوشته های همگی میخواید ارجاع ارتش هاتون. ببینید بحث دموکراسی، اون مقاله من خیلی گویاست و در اون کمپینی که من نوشتم دوباره مردم میتونن برن ببینن به شکل نمادین که امثال آقای کیانینا ناراحتن که چرا امثال جنتی و امثال مصباحی از رو نرفتن تو مجلس خبرگان. اونجا محل دعوا سر این بود، نه چیزای دیگه. و اون شفافیت داخل حکومت ایجاد میشه. حالا بحثای حرفه‌ای سیاسی و الان رایگر بخوایم مبدا قرار بدیم، آقای افشاری یه لحظه اگر اجازه بدید. نه آخه داره جعل تاریخ میشه. من سال 79 بحث اصلاحات ساختاری تغییر قانون اساسی رو گفتم. من کسی هستم که جمهوری اسلامی با اتهام براندازی من زندان انداخته. اینا تو توی ایران بودم جرأت واژه تغییر جمهوری اسلامی گفتن رو نداشتم. بعد اینا بود تواضع باید این افکار تازه وارد آقای افشاری داشته باشه. بزرگشون اجازه بدید یه بحث مفیدی محلی از اعراب در عرصه سیاسی ایران نداشت. بسیار شنیدیم شما را آقای افشاری. سه دقیقه که بخواد تمامیت خواهی بکنه باید داشته باشه. چرا قلب بکنه؟ چه همون مقاله من هست پاشو به شیوه‌های بولتن نویسی، کاری که در این فضای توییتری آقای افشاری یه لحظه من گوش کنید. اگه اونجوری باشه که دیگه خب من نخواهید صحبت منو بشنوید، چیزی هم در نمیاد از این صحبت. اگر بخوایم همین الان رو مبدا قرار بدیم، حدودا یه دقیقه و نیم صحبت کنید لطفا بعد از این، چون خیلی از صحبت رفت، فقط برای اینکه دو طرف فقط بخواید از خودتون دفاع بکنید. داریم راجع به آینده سیاسی ایران حرف میزنیم، داریم راجع به راه‌های اتحاد حرف میزنیم. یه ذره خواهش می‌کنم از این سطح صحبت یه ذره جلوتر رو نگاه کنید. در حال حاضر شما که قبول ندارید اون مسیری رو که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده، چه مسیری رو شما پیشنهاد میکنید؟ ابتکار عملی که شما به عنوان جمهوری خواه گذاشتید جلوی پای مخالفان حکومت چیه؟ نه ما جمهوری خواه حرف نزدیم. ما از پیشگامان اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه تاکید میکنم. ما با همه نه، ما معیارمون دموکراسی خواهی، پذیرش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ایرانه. ما از اینجا شروع میکنیم. ما عمل کردیم. همین مجموعه خود ما، همبستگی جمهوری خانه ایران، در طول سال گذشته بیش از 30 جلسه داشته با گروه های مختلف همسو. منتها ما مدلمون وحدت همه با هم بعد بشه وحدت همه با یک فرد. ما به رهبری متکثر معتقدیم، میگیم که اول خانواده های سیاسی جمهوری خواه ها، با تاکید میکنم مشروط خواه ها، نه سلطنت طلب ها، نه پهلوی طلب ها، مشروط خواه ها، کسانی که قبول میکنن که همونجور که ما خیلی سریع جمهوری اسلامی و جمهوری قبول نکنن، پادشاه های پهلوی رو هم قبول نکنن، اینها داخل خودشون همگرا بشن، بعد در سطح دیگری میتونیم با هم توافق کنیم. ما هر روز که آقای یعنی شما اولا در حتی گروهی که سلطنت طلب هم هستند طرفداران شاهزاده رضا پهلوی رو نمیخواید؟ یعنی منظورتون این که اگر کسی طرفدار سلطنت هم باشه با او؟ ما میگیم آقای رضا پهلوی اگر صریح موضعشون رو دموکراسی بگیرن و رهبر مشروطه ها خودشون رو متحد بکنن، بعد میتونیم گفتگو کنیم. ما از آقای رضا پهلوی دعوت کردیم به همایش خودمون. ما هیچ وقت نمیم دشمنی با ایشون داریم، اما در این جایگاه فکر میکنیم مشکل ساز هستن. بسیار خوب آقای کیانی.
خواهش می‌کنم به نکته های آقای افشاری جواب بده و اینکه خب به هر حال فکر می‌کنین راه رو به جلو چیه؟ اگر گروه‌های مخالف اون چیزی هستند که الان شاهزاده رضا پهلوی مطرح می‌کنه، چطور امکان ایجاد برقراری اتحاد بیشتر هست؟ یا اونجوری که خودشون در صحبت گفتن از اونها که دیگه به دنبال اتحاد نیستن خواهند گذشت؟ اگر می‌گذرن به چه سمتی داره میره این قضیه؟ ببین من فقط خیلی سریع بگم که من واقعا جلوی خانواده امثال پویا بختیاری خجالت میکشم از خودم بگم. من در ایران دو بار بازداشت شدم، سابقه من روشنه. من در ایران علیه خامنه‌ای مطلب نوشتم و اینا هستش. من 3 ساله که در واقع فکر میکنم پادشاهی نظم سیاسی بهتری برای ایران، من گذشتم رو انکار نمیکنم. از آقای افشاری هم میخوام که همین گونه باشن. نکته دیگه که در واقع در مورد این بحث شاهزاده فرمودید، ببینید شاهزاده به صراحت گفتن در متن خودشون که مبارزان میدانی صلاحیت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات راجع به فراخوان‌های داخل کشور دارن، هماهنگی‌های داخل کشور و گفتن اگر این سازوکار مبتنی بر خرد جمعی در واقع شکل بگیره و کار کنه، گفتن که ایشون هم حمایت خواهند کرد، به عنوان یک ایرانی حمایت خواهند کرد. اینکه سازوکار و مشخص سازوکار در واقع این مسئله چگونه باشه، خب طبعا نمیشه توی برنامه گفت اوباش امنیتی رو هوشیار کرد، ولی همه نیروهای سیاسی که به نجات ایران میاندیشن فارغ از بحث سلطنت یا جمهوری و به فکر مردم هستن و به تعبیر شاهزاده میخوان بخشی از راه حل باشن نه بخشی از مشکل، میتونن در این سازوکار شرکت کنن. فرشگرد با همه صحبت کرده، پس از این پیام شاهزاده این صحبت ها رو جدیتر داره میبره جلو و قطعا ما نیز بخشی از سربازان نجات میهن از چنگ فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی خواهیم. بسیار خب، حالا اگر گروهایی هستند این وسط که نگاه دیگری دارن، مثلا الان آقای افشاری حالا به رغم مخالفت هایی که از ابتدای صحبت ها حالا داشتن، ولی دارن میگن که ما دعوت کردیم از شاهزاده رضا پهلوی که بیان در همایش اونها شرکت بکنن. آیا فکر میکنید که برای ایجاد اتحاد یک همچین قدمی ممکنه که از جانب کمپ آقای شاهزاده پهلوی برداشته بشه یا نه؟ یا اصولا قراره که بعد از این گروه هایی که ایشون رو قبول دارن به سمتی حرکت کنن و بقیه گروه ها خوب مسیر خودشون برن؟ آیا هیچ تلاش بیشتری ممکنه برای همراهی بیشتر انجام بشه؟ اگه سوالتون از منه، از شماست. از شماست. خب شاهزاده که در واقع رهبر سیاسی و رهبر یک حزب نیستن، اون بحث جداییه. ما در واقع در فرشگرد تفاهم نامه امضا کردیم توی با گروه هایی که چه پادشاهی خواه بودن چه در واقع خودشون رو جمهوری خواه تعریف کردن و یا موضع خاصی نداشتن. در همین فرشگرد هم جمهوری خواه داریم هم پادشاهی خواه داریم. اساساً بحث دوگانه سلطنت و جمهوری وقتی مردم سرشون رو دارن میکنن تو سطل آشغال و قضا پیدا کنن برای ما فعلا مطرح نیست. این رفراندوم و این انتخاب مردم خواهد بود، ولی ما داریم کارمون رو میبریم جلو. همین امروز و در راستای این که بتونیم در واقع پیام شاهزاده گفته بودن ایرانیان خارج از کشور، ما مقابل سفارت شاهنشاهی ایران در واشنگتن دی سی یک تجمعی داریم. از هنرمندانی مانند آرش صبحانی در واقع دعوت شده در واقع بیان اونجا. خودشون از کسانی بودن که به کمک کردن به راه اندازی چنین تجمعی. ما داریم کار میکنیم. ما وقت نفرت پراکنی نداریم، وقت اینو نداریم یقیه اینو بگیریم یقیه اونو بگیریم، چون ایران دیگه وقت اینو نداریم. ممنونم. 2 دقیقه در صحبت آقای افشاری، نفر 1 دقیقه برای جمع‌بندی پایانی میدم. وقتی من یه چند کلمه بگم. بگید. کی نفرت پراکنی میکنه؟ فضای مجازی مدافعان آقای پهلوی در تجمعات میدانی، اون هنرمندی هم که میگن اعضای خودشونن، یه فعال سیاسی سلطنت طلبن. همین که خواهش کنم راجبه کسایی که در برنامه نیستن آقای افشاری صحبت نکنین. از مردم ایران نیست. ببینید ما نمیخوام اون آدمی که داره سر تو سر رو آشغال میکنه اون رو سرکوی کنیم برای رشد خودمون. ما نمیخوام اون در آینده ایران سرش بیشتر تو سر رو آشغال بره، امنیت هم از دست بده، کشور فرار کنه، جنگ داخلی بشه برای فاشیست های دست راست. با فاشیست مذهبی با فاشیست دست راستی نمیشه، با نژاد پرستی نمیشه. مرسی آقای کیانی، 1 دقیقه لطفا. چون در 12 سپتامبر 2020 که احتمالاً میشه تابستون سال 99 از یوسف ثانی در متن فیسبوک خودشون که الان وجود داره پابلیک هم هستش چنان تجدید کردن. یوسف ثانی کسی بود که در دهه 60 میگفت ضد انقلاب وقتی اسم اوی میاد باید به خودش بلرزه. ایشون دقیقاً من اون متن رو دیده بودم.
این متن کل 631 کلمه است، صرفاً 37 کلمه در واقع انتقاد داره، باقی متن کلش تجلیله. یوسف ثانعی جنایتکار یک بارم در مقام جبران فعال یوسف ثانعی تجسد در مقام فاشیست بود. شما که از یوسف ثانعی تجلیل نمیشنویم اگه دو نفر با هم حرف بزنید. پشتوانه آزادی بوده. ببینید ما مشکل اینه، با این جریان به دنبال این نیست که جمهوری اسلامی بره توسعه و دموکراسی بیاد. اینا که اولا در اون نقطه خیلی دورن، همین الان در روند مبارزات اختلال ایجاد میکنن، اختلاف میارن مسیر رو به مسیر بعدی برای آینده. بسیار آقای کیانی، معلومه که من و ببخشید یک جمله، معلومه که تو مسیری که در واقع ما داریم میریم جلو یوسف ثانعی برای ما مانع است. شما تجلیل میکنید از یوسف ثانعی. نه بسیار خوب، هیچ وقت من یوسف ثانعی ارگ سیاسی نبوده، اما آقای ثانعی ثانعی سال 60 ثانعی 70 هم از 80 هست. شما این چیزا رو نمیبینید و همین خطر برای آینده ایران. شما میخواید روی همه قوم ایران تیغ بکشید برای اینکه چرا با پهلوی ها نبوده؟ به تعبیر یه عضو دیگه جواب من آقای افشاری شما صحبت کردیم، برنامه هم وقتش داره تموم میشه. شما آقای کیانی در حد چند جمله تموم بگید. ببخشید جانم، شما چی گفتید؟ بفرمایید. شما رو بفرمایید. شما چون من رو متهم به فاشیسم کردید، دست گشاده‌ای دارید در استفاده از این مفاهیم سنگین. من به یاد شما آوردم که در تابستان 99 از یوسف ثانعی، از نمادهای فاشیسم مذهبی در دهه‌اش است که هیچگاه در صدد جبران اقدامات خودش برنیامد تجلیل کردید. آقای افشاری من واقعا متاسفم. در خونه شما سپاسگزارم از مهمانان این بخش. من معذرت میخوام، وقتی بخش برنامه تموم شده. از حامیان ثانی ما که ایران بودید. ممنون، من سپاسگزارم از علی افشاری عضو رهبری همبستگی جمهوری خواهان ایران و علی رضا کیانی عضو شبکه فرشگرد عذرخواهی میکنم. وقت ما تموم شد و صحبت هم البته به جای نرسید. مناظره دوم بین امیر صوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاست از آمریکا و ثریا شهابی از اعضای رهبری حزب حکمتیسم از لندن که الان فقط خانم شهابی رو داریم. خانم شهابی خوش آمد میگم بهتون. ببخشید ما یک کمی از وقت گفتگو با شما رو هم در گفتگوی پیش صرف کردیم، عذرخواهی میکنم ازتون. حالا تا زمانی که صحبت آقای صوفیا مهر وصل میشه ارتباطشون به ما، شما نظر خودتون رو بگید. شما پیام شاهزاده رضا پهلوی رو چگونه دیدید؟ نظرتون در این باره چیه؟ و اصولا در گروه سیاسی که نمایندگیش میکنید چطور نگاه شد به این صحبت؟ بله خیلی ممنون. من از حزب حکمتیس خط رسمی هستم و این بیشتر از یک پیام به نظر من آقای پهلوی یه شیفتی کردن، قدم توی میدون دیگه ای گذاشتن. من این رو برخلاف تعبین خیلی های دیگه که پیام اتحاد بین اپوزیسیون یعنی نمیدونم، هم از ذرت میخوام ارتباط با آقای صوفیا مهر هم برگزار شد، برقرار شد. اینجا بدید ایشون رو هم اضافه کنیم به صحبت که دیگه مطمئن شیم همه صحبت های شما رو میشنون. آقای امین صوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاست در دانشگاه ایندیانا از آمریکا همراه ما هستند. آقای صوفیا مهر به شما هم خوش آمد میگم. داشتیم صحبت های خانم شهابی رو میشنیدیم درباره اینکه نگاه خودشون و به هر حال گروه سیاسی که بهش نزدیک هستن بعد از صحبت های شاهزاده چی بوده بهشون. من شروع کنم؟ ادامه بدید. بله بفرمایید. بله من چیز زیادی نگفته بودم، باز تکرار میکنم. برخلاف اون چیزی که بخشی از تبلیغات رو میشنویم که پیام وحدت، من فکر میکنم که یه شیفته به یک میدان دیگه ای و شما اشاره کردید که اسمش هست سازوکار هماهنگ کنندگان اعتراضات و این در واقع آقای پهلوی، ارزیابی ما اینه که آقای پهلوی بعد از 2 سال با تأخیر 2 ساله وارد یه صحنه شدن که ما سالهاست اونجاییم و به رسمیت شناختن مکانیزم های جنبشی که در ایرانه، سازمان ها، رهبریش و اعتراضاتی که در ایرانه، به عنوان صالح ترین و به عنوان مشروع ترین مسیری که این جنبش رو به پیروزی باید رسوند. صحبت از خرد جمعی کردن. خب خرد جمعی دستاورد جنبش کارگری ایرانه که محتواش اداره شوراییه و این ما و خیلی های دیگه به علاوه توی این صحنه هستیم و دست اندر کاریم
و یعنی عملا این صحبت ها رو شما در راستای فعالیت های خودتون دیدید به رهبری که شما بتونید همکاری بکنید با شاهزاده رضا پهلوی، یا نه شما فکر میکنید که شما مسیرتون دارید میرید ایشون باید دنبال شما بیاد؟ ببینید من فکر نمی‌کنم کسی دنبال کسی قراره بره. خب اگه قراره این اتحاد، اجازه بدین جمله ام تموم شه، میخوام روشن بکنم اگه کسی قرار گیره. اون اتفاقی که ما ارزیابی که از اینا داریم اینه که یک جنبشی در جریان بوده، هر کی میخواد به پیروزی برسونه این جنبش رو و هر کسی یه راهی رو پیشنهاد میکنه. ما گفتیم که مکانیزم های اداره شورایی، خرد جمعی و جنبشی که در صحنه است، از معلمان تا کارگران تا پرستاران تا بازنشستگان و تا روشن فکران و تا زنان، همه اینا بخش زیادیش متحد و متشکل و آگاهه و رهبران خودش رو داره. اینو باید برسیم. اجازه بدین آقای پهلوی از بعد از، به نظر من بعد از ناامید شدن از فرشگرد و از شورای دوران و گذار، اینایی که جواب نمیده، پا گذاشتن توی میدونی که به نظر من برای ایشون خیلی پیشرویه، خیلی پیشرویه. و این در مورد چگونگی به پیروزی رساندن این جنبش اومدن تو سکویی که ما سالهاست اونجاییم. به این خب من سوالم از شما همین بود، شما دارین تکرار میکنید بحث اول صحبتتون خانم شهابی. اگه چون زمان کمه میدونیم میخوایم یه جای برسه این صحبت، اگه اجازه بدین این چطوری قراره کار کنه؟ بله، بحث اتحاد و همکاری نیست، بحث اینه که در سیر این حرکت در عمل شما ممکنه فصل مشترکای زیادی داشته باشید، ممکنه موانع زیادی داشته باشید. فصل مشترکاتون تا اونجایی که ما داریم روش برحال صحبت میکنیم این هستش که قدم گذاشتن ترین میدان بعد از 2 سال تأخیر پیشرویه و در عمل باید معلوم بشه در عمل فصل مشترک های به پیروز. الان بحث نه جمهوری نه مشروطه است نه نمیدونم مجلس مؤسسانه، این جنبش باید به پیروزی برسه و فصل مشترک ها در عمل معلوم میشه در راهی که شما بخواید موانع این رو برطرف بکنید و چطوری برطرف میکنید. ممنونم. این کاهش ما. آقای صوفیا مهر، نظر شما در مورد صحبت های خانم شهابی چی هست؟ و به اضافه اینکه شما فکر میکنید که اگر گروه هایی هستند که نگاهشون به هر حال مثبته، یعنی اون چیزی رو که حالا الان خانم شهابی گفتن که خب شاهزاده با یک تأخیری وارد شده، اما اگر مبنا رو همین حال حاضر قرار بدیم، خب به نظر میرسه که نگاه مثبته به گفته های شاهزاده. قدمی که برداشته میشه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد بیشتر بین گروه های مختلف سیاسی چی میتونه باشه؟ از کجا باید گروه ها شروع کنن به هم نزدیک بشن؟ درود بر همگی. من از همون جایی شروع میکنم که ایشون پایان داد، این جنبش باید پیروز شود. چرا نقش شاهزاده مهمه؟ به خاطر اینکه شاهزاده رو گاهی به نظرم به اشتباه سرمایه اجتماعی یاد میکنن. شاهزاده سرمایه اجتماعی هست اما بسی بیش از سرمایه اجتماعی. صدای میکروفون شما یه خشخشی داره آقای صوفیا مهر، با عرض پوزش میکنم صحبت بکنید. بله حالا بشنویم ببینیم میشنویم یا نه، بفرمایید. شاهزاده بله سرمایه اجتماعی هست اما بسی بیش از سرمایه اجتماعی هست. شاهزاده مرجعیت سیاسیه. ببینید مثلا ما میتونیم علی دایی یا علی کریمی رو به عنوان سرمایه اجتماعی یاد بکنیم، ولی اینا لزوما مرجعیت سیاسی ندارن. همین که گفته های شاهزاده از سوی طرفدارانش و منتقدانش مورد توجه قرار میگیره و برای ایشون نقش های سیاسی قائل میشن یا نقش هایی رو قائل نمیشن، این نشون میده ایشون مرجعیت سیاسی. ما بپذیریم یا نپذیریم، اگه شما رمان جاناتان سویفت خونده باشید در اونجا شخصیت اصلی اون گالیوره، یک استعاره ای از حضور میگن فیلسوفان در جامعه. شاهزاده در نزد اپوزیسیون چه دوست داشته نداشته، این نقش گالیور رو داره در میان حالا کسانی که در حد اندازه ایشون نیستن. بخشش به خاطر اون آقای بتسوفیا مهر، این به نظرم مثال شاید خیلی قشنگی نباشه برای توضیح دادن تفاوتی که وجود داره، اینکه یه نفر رو یک آدم بالغ تصور کنیم بقیه رو کوتوله در نظر بگیریم. به نظرم خیلی قشنگ نیست، شاید به خیلی هم ممکنه بر بخوره، حتی به اونهایی که همراه شاهزاده هستن. من زبان استعاره‌ای رو به کار بردم به خاطر اینکه نشون بدم که نوعی قلف توش هست، اما برای نشون دادن اینکه چرا شاهزاده نقش استثنایی داره.
به خاطر اینکه نام پهلوی رو داره و ایرانیان خاطره خوشی از پهلوی ها دارن، اعتقاد دارن که زمان پهلوی ایران در مسیر توسعه و آزادی به سوی آزادی پیش میرفت و همچنین مواضع خود شاهزاده الان این مواضع ایشون یک سال و دو سال نیست که این خانم محترم عرض کرده فرمودن، بلکه از 44 سال پیش. ببینید مبنای فلاکت ایران انقلاب اسلامی 57 که گروه‌های چپ متأسفانه متوجه نشدن و خیلی‌هاشون هنوز متوجه نشدن. شما اگه همون جایی بایستید که جمهوری اسلامی ایستاده و ادعا بکنید از همون مبنا از همون جایگاه می‌خوایم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم اونو پایین بشید، جمهوری اسلامی مزیت نسبی داره و شما رو شکست میده. جواب سوال منو ندادید آقای صوفیا مهر. من گفتم اگر گروه‌هایی هستن که به هر حال الان یک نصف نیمه حتی حاضر به همراهی هستن، این رو چطور میشه به یک اتحاد معنیدار تبدیلش کرد؟ این رو به عنوان استاد علوم سیاسی میپرسم که به هر حال شما خودتون سلطنت خواه هستید، مشروط خواه هستید، یعنی به هر حال حامی شاهزاده رضا پهلوی هستید. در دیدگاه شما این چه معنی میده؟ چه جوری میشه اینو معنا کرد؟ ببینید اون چیزی که به نظر من شاهزاده داشت میگفت نوعی تقسیم کاره، لزوماً این به معنای وحدت ایدئولوژیک نیست، اما نیازمند یک نوع هماهنگی در عمل و هر گروه سیاسی با توجه به مزیت نسبی که داره و پایگاه اجتماعی داره اینو صرف بکنه، مثل یک ذره‌بینی که این نورهای پراکنده رو متمرکز میکنه بر یک هدف تا به اون درجه سوزانندگی برسه. این گروه ها نیازمند در این زمینه وحدت رویه داشته باشن، یعنی که وحدت ایدئولوژیک داشته باشن. خانم شهابی، اگر که در پاسخ به صحبت های آقای صوفیا مهر صحبتی هست میشنویم، حدودا دو دقیقه اگر نگه داری جوابتون ممنون میشم. دیگر اینکه پیشنهاد خود شما چی هست؟ به نظر شما به طور عملی چه گامی میشه برداشت که به هر حال از وضعیت فعلی به یک گام معنیداری برسه اپوزیسیون و بتونه در کنار هم ایفای نقش بکنه، از این نظر که به هر حال رو در روی جمهوری اسلامی ایستادن جدا جدا و تک تک تا حالا نشده، بعد از این هم نخواهد شد؟ بله، من کوتاه در مورد صحبت آقای صوفیا مهر صحبت میکنم، بعدش اثباتاً حرف خودم میزنم. من ندیدم پلتفرم آقای صوفیا فر ببینم که بالاخره چه چیزی رو نقد بکنم. خب ایشون آقای پهلوی رو به عنوان مرجع و رئیس قبول داره. مرسی از خانم ثابت که ما رو از موقعیت کوتوله‌های گالیور خارج کرد، حداقل دست شما درد نکنه. و من آقای پهلوی شخصیت سیاسی میبینم و یه فعال سیاسی و فکر میکنم نقطه ضعفشون تکیه به گذشته است. نقطه ضعف این که نوستالژی سلطنت هست، نوستالژی دوران گذشته است، یه واقعیتی، ولی نقطه ضعفشون این هستش که ما قرار شد صحبت گذشته رو نکنیم و صحبت انقلاب رو نکنیم. آخه اینجا یه تناقض در بین گروه‌های مختلف هست خانم شهابی، حال متاسفانه خیلی هم فرصت نیست. از یک سو من راهکار خودم اگه بدین صحبت هم بکنم، اگه ترسم وقتم تموم شه، میترسم وقتم تموم شه. ببینید ما به سرانجام رسوندن و به پیروزی رسوندن این جنبشه، رهبر کاریزما و معروفیت مهمه، ولی با میدیا و اینا کافی نیست. شما باید نقش رهبری رو ایفا بکنید، یعنی پیش ببینید و موانع از پیش پای جنبشتون بردارید. تا اینجا من میگم آقای پهلوی 2 سال تأخیر داشتن. این از نظر تبیین خود منو دارم میگم، از رهبر جایی که میبینه پیشه رو، چه موانع از پیش پا برمی‌داره، جایی که لازمه به کسی نزدیک میشه، جایی که لازم از کسی فاصله میگیره. برنامه ما این هستش و ما اینو گفتیم، پیروزی رسوندن جنبش موجود. جنبش موجود نه فدایی منه نه فدایی کسی دیگه است. مطالباتی داره، آزادی میخواد، رفاه میخواد تو خیابونه. حالا یه عده میرن اونجا رضا شاه دوجان میگن، خب حتما دوست دارن و میگن، ولی مردم بالاخره از این چی به دست بیارن؟ این از روی این سرمایه درست کردن که گذشته رو میخوان. به نظر من این باعث ما چی میخوایم؟ ما گفتیم که کنگره سراسری شوراهای مردمی، گفتیم این سازمانایی که هست، آقای پهلوی گفتن که خودتون متشکل بشید، الان متشکلن، باید رسوندش اونجا که شوراهاشون انتخاب بکنن، شوراهای مردمی، محل کار و محل زندگی، هر کیو میخوان انتخاب بکنن. و هر در داخل ایران، بله بله، اجازه بدین همین الان یه ذره که فضا شل بشه، بله الان شما نگاه کنید میگیرن میندازن زندون، سندیکای واحد هست، سندیکای شرکت چه معلمان هستن، خبر میدن یه دفعه 60-70 تا شهر با هم میان تو خیابون. این یه قدرته، اینا میتونن شوراهای مردمی رو تشکیل بدن، احزاب قوانین اساسیشون رو میبرن اونجا، احزاب
ممنونم. احزاب باید تشکیل بشه. بله میبرن اونجا به مردم انتخاب میکنن. مست. نتیجه راه ما روشنه. آقای صوفیا میر، به نظر شما چقدر یه همچین چیزی عملی هست که دارن میگن خانم شاه؟ ببینید ایشون میگن که چرا شاهزاده نقش رهبری رو ایفا نمیکنه. من متوجه این تناقض نیستم. این دوستان اگر که شاهزاده بیاد بگه چرا رهبر نمیشه، اینا میگن که خب کدوم مرجع دموکراتیک اینو، کدوم روند دموکراتیک ایشون رهبر کرده، و اگر که ادعای رهبری نکنه بعد اینو ضعف برای ایشون میدونن. من متوجه این دوستان چرا واقعا چه چیزی میخوان. به نظر میاد اینا چیزی نمیخوان، فقط هدفشون تخریب آقای پهلویه. ببینید مگر میشه شما از جمهوری اسلامی عبور کنید بدون اینکه اون میراث 57 رو زیر سوال ببرید؟ با تکرار اشتباه به راه درست تکرار اشتباه درو از دلش درستی بیرون نمیاد، از دلش اشتباه بیشتر بیرون میاد. این بحث سراسری که مطرح کردن به نظر شما چقدر قابل تعامل و قابل انجامه؟ جامعه ایران برای جامعه ایرانه که نمیشه به قشر کارگری صرفا تقلیل داد. اونها بخشی از جامعه ایران، بخشی از این جامعه کارگری متاسفانه، حالا من میگم بلوغ سیاسی نرسه، اینا هنوز خواهان تصدی بیشتر جمهوری اسلامی روی صنعت هستن. یعنی خب ولی از یه طرف اینو در نظر داشته باشید که اگر که با پایگاه اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی رو بهش اشاره میکنن، اونها هم بخشی از اینن. یعنی مردم خانم شاد بفرم. ببخشید. ببینین مردم همه جور هستن، همه جور تعلقات فکری سیاسی دارن. مردم کارگر، معلم، دانشجو، یکی چپه، یکی سوسیالیسته، ولی یه مطالباتی دارن. شوراهای مردمی میتونه تشکیل بشه. خفقان جمهوری اسلامی مجمعامی درست کردن اتحادیه. خیلی فرصت نداریم، ولی عملاً اگر که در نظر بگیریم، حالا در حد نیم دقیقه اگر بتونید بگید، این اشاره کردم به اینکه مردم از گروه‌های مشخصی نیستن، همشون نظام صنفی متمرکز ندارن که این کنگره سراسری که شما میگید. بله دیگه، من دارم میگم ببینید شوراهای محل کار و محل زندگی، ادارات، کارخانجات و محل زندگی. کی قراره کارخانه انجام بده؟ ببینید ما داریم کار میکنیم، ما دست نکنیم. ایشون اگه کم لطفی میکنن، خب کم لطفی خودشون و تبلیغات خودشون. آقای صوفی، ما داریم کار میکنیم و این خاص اداره شورایی رو خود جنبشی به دست داده. یعنی کمونیسم و سوسیالیسم در محل هست. ممنونم آقای صوفی، شما شانس داره. به هر حال اجازه ببینید ما کمک نداریم. ببخشید معذرت میخوام، 30 ثانیه بدیم با آقای صوفی امر. بفرمایید. بسیار اداره شورای این چیزا اینجا تخیل اگه جای دنیا عملی نشده اصلا ارزش پاسخگویی نداره. اما اجازه بدین شاهزاده یک چند تا راهکار جمهوری اسلامی بله چطوری جمهوری اسلامی رو میشه عقب روند و یا شکست داد. یکی این بود که پیام دادن ایشون اختلال در دستگاه سرکوب. دوم این عدم همکاری و تمرد باره در میان عناصر سرکوبه. یکی اینکه شبکه سازی در درون دستگاه سرکوبه و همچنین نقش اجتماعی که برای همه، نقش سیاسی که برای همه اقشار اجتماعی قائل شدن چه داخل خارج، این میتونه یک نقشه راهی باشه برای گذار از جمهوری اسلامی. ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه و سپاسگزارم از شما که بیننده این برنامه بودید. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بگم.